سلام من کامران هستم و مثل هفته شنبه شب با اخبار هفته گذشته ترکیه در خدمتتون هستم. هفته گذشته همچنان هفته آتش‌سوزی توی ترکیه بود. حزب پکیکه مسئولیت این آتشجوزی رو بر عهده گرفت همزمان با این آتش توی استان فارس ایران هم جنگل های زاگرس در حال سوختنه و هواپیمای ایرانی به جای اینکه اونور باشه الان توی ترکیه است و داره آتش های ترکیه ها رو خاموش میکنه و تا حالا 208 نقطه توی ترکیه سراسر ترکیه آتیش گرفته که از این 208 هشت نقطه سد و شو خاموش کردن و 12 تا منطقه باقی مونده خبر دوم اینکه از جمعه ورود افرادی که دو تا دوز واکسنشون رو نزدن به قهوه خونه ها و کافه های ترکیه ممنوع شد و شایعاتی پیش اومده و از این ور شنیده میشه که به مرور قراره برای تمام مکانهای عمومی سربسته این قانون رو بذارن که هر کس که دو دوزش رو نزده نمیتونه واردش بشه که شاید اون سی درصدی از جمعیت ترکیه که تا حالا نرفتن واکسنشون رو بزنن برن بزنن این دلیل در کنار این موضوع هفته گذشته واکسن فایزر توی ترکیه کم اومد و به همین دلیل یه مقدار این واکسیناسیون روندش کند شد ولی دیروز وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که 13 میلیون دوز واکسن فایزر وارد ترکیه شد و از هفته آینده دوباره به همون سرعت ادامه پیدا میکنه توی این نقشه رنگی هم که اگه ببینیم تا حالا 67 درصد مردم واکسن حداقل یه دوز واکسنشون رو زدن که چلو حدودا 6 درصد مردم دو دوز زدن و تا حالا 5 میلیون و 400 هزار نفر هم سه تا دوز زدن جمعا 75 میلیون و 500 هزار واکسن زده شده ترکیه آمار همچنان بالاست آمار مبتلایان و فوتیها ها روز گذشته یعنی جمعه 101 نفر بوده و وزیر بهداشت اعلام کرد که حدود 90 درصد از کسایی که فوت شدن بر سر کرونا یا واکسن نزده بودند یا یه دوز واکسن زده بودن ازمیر هفته گذشته بالاخره آبی شد و بالای 75 درصد از مردم ازمیر واکسنشون رو زدن همچنان استانهای شرقی ترکیه قرمز هستن و کمتر توی این واکسیناسیون مشارکت کردن هرچی به طرف غرب میایم این مشارکت مردم توی زدن واکسن بهتر شد خبر بعدی این بود که در سال 2021 خرید ملک توسط ایرانیان حدود 7200 ملک بوده که نسبت به سال 2018 تقریبا ده برابر افزایش پیدا کرده و به همین دلیل هم تورم توی قیمت ملک رو شاهد بودیم پارسال که هفته پیش در موردش یه ویدیو ضبط کردم اگه ندیدین میتونیم برین از اینجا ببینیم و در آخر هم یه سری بزنیم به اپلیکیشن زراعت بانک دلار 8 ممیز 62 یورو 10 ممیز 17 و تلا 487 ممیز 85 قیمت لیر امروز حواله لیر 3070 تومن بسته شد مرسی که تا اینجا با من همراه بودین اگر تا حالا ما سابسکرایب نکردین لطفا این کار انجام بدین اون زنگوله بغلش هم بزنین با لایک و کامنتتون هم به من نشه تا هفته آینده خدا نگه دارد.